یکی از ابزار مورد استفاده نیروهای ضد شورش برای پراکنده کردن مردم معترض پرتاب گاز فلفل می باشد که البته راهکارهای زیادی برای بی اثر کردن آن وجود دارد. در صورت مشاهده گاز تلاش کنید خلاف جهت باد از آن فاصله بگیرید و در صورت امکان به سطوح بالاتر مثلا بالای ساختمان یا دیوار بروید. هر چقدر پوست پوشیده تر باشد کمتر در معرض مستقیم گاز قرار می گیرد. اما برای پوشاندن صورت از لباسهای خود استفاده نکنید، بلکه بهتر است از قبل یک دستمال آغشته به سرکه سیب و یا آب لیمو در نایتریکس همراه خود داشته باشید و در صورت نیاز آن را جلوی دهان و بینی خود بگیرید. خوب است بدانید که این مواد بر اثر حرارت آتش اکسیده و بی اثر می شوند. سوزاندن لاستیک یا زباله در کنار محل تجمع خود می تواند در بی اثر کردن گازهای معلق در هوا کمک کننده باشد. اگر در صورت برخورد با گاز فلفل احساس سوزش کردید، آرامش خود را حفظ کنید. هول و هراس سوزش ناراحتی را افزایش می دهد. به آرامی نفس بکشید و به یاد داشته باشید که این وضعیت موقتی است. در مرحله اول با ریختن آب روی صورت، پوست را بدون مالش دست با آب سرد بشویید. از آب داغ استفاده نکنید. آب داغ موجب باز شدن منافذ پوست و بیشتر شدن اثر این مواد در پوست می شود. برای مقابله با سوزش تلاش کنید سرفه کرده و آب دهان و بینیتان را خارج کنید. به محض برخورد گاز فلفل با چشم، بایستی چشم فرد مصدوم را با مقدار زیادی آب سرد و یا سرم سالین شستشو دهیم و اگر این کار به موقع انجام شود، صدمات چشمی این گاز به حد اقل خواهد رسید. مطلق چشمتان را نمالید. آگاهانه و مکررن پلک بزنید تا اشک چشم شما اسپری فلفل را زودتر از چشم شما بزداید. در صورتی که احتمال می دهید که در فضای این چنینی قرار بگیرید، پیشاپیش لنز را از روی چشمانتان بردارید. در صورت آلوده شدن لنز از نفر دیگری که آلوده به گاز فلفل نیست، بخواهید آن را برایتان در بیاورد. از استفاده روغن‌ها، لوسیون‌ها و مواد شوینده اجتناب کنید، چون آنها می توانند مواد شیمیایی را زیر لایه‌ای از خود محبوس کنند. بدانید که با اشراف و تسلط به این راهکارها شما می توانید در صورت مواجه شدن با گاز فلفل در صحنه از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار باشید.